فکر میکنی این مردی که همیشه توی سرش زدن و هویتش رو ازش گرفتن چگونه واکنشی به اتفاقات اطرافش میتونه داشته باشه؟ زنی که در جهان مردانه صداش رو ازش گرفتن چه جایگاهی داره؟ مثلث واژگون رو ببینید. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات. در کنار جاده ها علائم راهنمایی و رانندگی همیشه به ما خبرهایی رو میدن، گاهی هشدارهایی. در این مجموعه علامت ها اما مثلث واژگون علامتی برای رعایت حق تقدمه. ولی آیا حقوق انسانی آدم ها همه جا رعایت میشه؟ مثلث واژگون فیلم این هفته ما روایت رهگذران جاده های پرقصه است. قصه‌ای که خیلی هاش اصلا شنیده نمیشه. این فیلم ساخته حسین رجبیانه و در سال 92 تولید شده. آقای رجبیان تحصیل کرده ادبیات نمایشیه و فعالیت هنریش رو از مدرسه تئاتر شروع کرده، با ساخت و تدوین فیلم‌های کوتاه و مستند در سینمای جوان وارد عرصه سینما شده و در طول این سال‌ها چند نمایشنامه و فیلمنامه رو هم نوشته و اجرا کرده. او فیلم مثلث واژگون رو به عنوان اولین فیلم بلندش ساخته، اما ممانعت‌ها و محدودیت‌ها باعث شد که تولید این فیلم تقریبا ناتمام بمونه و عرضه نشه. اون زمان گرچه فیلم مثلث واژگون دارای مجوز پخش از وزارت فرهنگ و ارشاد بود، اما دو تن از عوامل اصلی این فیلم به همراه کارگردان بازداشت و با رأی دادگاه هر کدوم به اتهام فعالیت غیر مجاز سمیع بصری به 6 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. بعد هم بخشی از فیلم در گیرودار زندانی شدن فیلمساز و عوامل فیلم از دست رفت و فیلمی که در این برنامه میبینید با فیلمی که قرار بوده نهایی باشه به گفته کارگردانش تا حدودی فرق داره. با این همه تجربه و نوگرایی که در فیلم دیده میشه به دیدنش میارزه. برای صحبت در مورد این فیلم از 3 صاحب نظر دعوت کردیم که همراه ما باشن و ما رو در درک بهترین فیلم کمک کنن. فرید اسماعیل پور، پژوهشگر سینمایی و مستندساز از پاریس، فرهناز غلامپور، کارشناس و پژوهشگر هنرهای نمایشی از میلان و امید شمس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی از لندن میهمان برنامه ما هستن. خوش آمد میگم به هر سه شما. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم رو ببینیم بعد دربارهش صحبت میکنیم. تعدادمون اونقدر زیاد بود که اسممون یادشون میرفت. بهمون میگفتن هی هو آهای، میگفتن اگه پدر و مادری پیداشه سرپرستیتون رو قبول کنن یه اسم خانوادگی از توش پیدا میشه، وگرنه باید انقدر صبر کنید تا از اسم خانوادگی زنتون استفاده کنید. قسمت نشد پدر و مادر پیدا کنیم. خوش کردیم به یه همچین روزی. حالا هم که تو پیدات شده چرا با من حرف نمیزنی؟ یه چیزی بگو دلم خوشه، با من حرف بزن، با من حرف بزن.
نمیدونی همیشه آرزون بود توی همچین جاده راه برم، یه جاده درست مثل همینجا، تا یکی از پشت سر صدام کن، منو صدام کن از پشت سر، شاید پیش خودت بگی زده به سرش. مثلث واژگون اولین ساخته سینمایی حسین رجبیان رو دیدیم، فیلمی با ساختاری فراواقعی، فرمگرا و تجربه‌گرا که در اون فیلمساز با فضاسازی‌های تصویری و گرافیکی و نشانه‌های مختص به خودش ما رو دعوت می‌کنه به دیدن فضای عینی و ذهنی متفاوت در گستره فرهنگ، سنت‌ها و جغرافیای ایران. مثلث واژگون فیلم اول خیلی خوبی میتونه باشه از این فیلمساز جوان، اما ببینیم که صاحب نظران دعوت شده به برنامه در این باره چه نظری دارن. فریده اسماعیل پور پژوهشگر سینمایی و مستندساز از پاریس، فرهناز غلامپور کارشناس و پژوهشگر هنرهای نمایشی از میلان ایتالیا و همینطور امید شمس پژوهشگر مطالعات فرهنگی از لندن با ما هستند. ممنون از اینکه همراه با ما هستید. خب گفتگو رو با شما شروع میکنیم آقای اسماعیل پور. آقای اسماعیل پور، ما در این فیلم با یه نوع فیلمسازی خاص و متفاوت روبرو هستیم به لحاظ بیان سینمایی. فیلم از نظر شما چطور فیلمیه؟ بذارید اول از تجربه اول بودن این فیلم برای فیلمساز شروع کنیم. به نظرم نکته مهمیه. معمولا فیلمسازها میتونن برای فیلم اولشون برن سراغ یک فضای کاری مدرسه‌ای، فیلم مدرسه‌ای و مطمئن بسازن، یا اینکه تجربه‌ای شجاعانه بکنن و قواعد بازی رو کمی به هم بزنن. به نظر من این فیلم از اون دسته فیلم‌هایی که فیلمساز برای فیلم اولش سراغ بازی کردن با قواعد بازی رفته، شجاعت به خرج داده و از این نظر قابل تحسینه. اما شاید باید برگردیم به مسئله فیلم تجربه‌گرا و این تجربه سینمایی. یه تفاوت من قائل میشم، من فکر میکنم فیلم های تجربه‌گرا یه اعتبار ویژه‌ای دارن به خاطر اینکه از تجربه سالیان سال اساتید سینمایی و فیلمسازان بزرگ حاصل میشن. بنابراین صرفا فیلم تجربه‌گرا معنای یک فیلم اولی یا فیلم شبه آماتوری رو نمیده. من فکر میکنم این فیلم بیشتر یک تجربه سینمایی نسبتا موفق و جذابیت‌های خودش رو داره تا اینکه یک فیلم تجربه‌گرا باشه. با توجه به پیشینه فیلمساز که از عرصه نمایش میاد، تأثیر المان‌ها و ابزارهای تئاتری و نمایشی از نظر شما در این فیلم ها یا دیده میشه؟ این سوال خیلی خطرناکیه، دوگانه‌ایه که ما رو میتونه یک تله است درست، ولی واقعا گاهی ازش گریزی نیست. وجوه تئاترال فیلم کم نداره، همونطور که میتونیم بگیم وجوه سینمایی زیادی هم داره.
شاید ترکیبی از این دو باشه، ولی مشخصا گاه اون ترکیب میزانسن های امپوزه، میزانسن های گاهی به نظر من بیش از حد چیده شده و شبه تصنعی که تو فیلم وجود داره، یا نوع ارتباط بازیگرها توی قاب با هم، وقتی با هم صحبت میکنن به هم نگاه نمیکنن، گویی در صحنه ای هستن و همه دارن به طور مستقیم با مخاطب نگاه میکنن، به مخاطب نگاه میکنن. من فکر میکنم اینها اون وجوه تئاتری کار هست، ولی خب نمیشه از وجوه سینمایی کار چشم پوشید، اونا رو نادیده گرفت. به طور مثال استفاده از لنز های متنوع برای اینکه بافت تصویری جذابتر و مد نظر فیلمساز ایجاد بشه تو این فیلم به نظر من یک تمهید سینمایی خیلی درخشانه. مونتاژ فیلم، قاب بندی ها و کادرها، اینا همه وجوه سینمایی که تو این فیلم میشه به وضوح دید. آقای اسماعیل پور، این فیلم سه تا شخصیت اصلی داره که بی نام و بی هویت هستن. فیلم به شکل فرمگرایانه و تصویری به روابط اینها میپردازه و در این حال هم مجموعه شخصیت های فرعی داره و خرد داستان هایی که در حاشیه این قصه اصلی قرار میگیرن. درباره این فیلمنامه ظاهرا پیچیده چی میتونید بگید برامون؟ ببینید، اتفاقا فیلم نامه اون خطوط کلاسیک خودش رو برای روایت داره، یعنی نقطه شروع، اینکه شخصیتی چیزی از دست داده یا میخواد چیزی رو به دست بیاره، تلاش که میکنه، نقاط اوجی که داره، اینها همه وجود دارن، ولی به سبک و به روش خود فیلمساز که گاهی به نظر من با کمی بی‌دقتی باعث متول شدن فیلم شده و فیلم گاهی مخصوصا در اواخرش طولانی به نظر میرسه، ولی واقعیتش اینه که اون مناسبات مستقیم، مناسباتی که شاید از فیلم‌های کلاسیک‌تر و از فیلم‌های کلاسیک‌تر مد نظر هست و قابل توقع تو این فیلم وجود نداره، گرچه اینکه شاید بشه اینو توجیه کرد و ربطش را به فضای ذهنی فیلم و اون تلاشی که فیلمساز می‌خواسته بکنه، شاید اصلا این خوابه، شاید فضای رویاگونه‌ای داره با توجه به اون پلان نهایی فیلم، ولی واقعیتش اینه که اون انسجام قابل انتظار، اون انسجامی که میتونستیم انتظار داشته باشیم از چنین فیلمی، از لحاظ روایی به دست نمیاد در نهایت فیلم، به این معنا که گاهی احساس میکنیم فیلم به زبانی صحبت میکنه که تنها متکلمش در کل این عالم خودش هست و کسی دیگه اون متوجه نمیشه. به لحاظ تکنیکی و فنی فیلمساز از چه ابزارهایی استفاده کرده برای گفتن این قصهش؟ به عبارت دیگه ما با چه جور فیلمسازی در این فیلم روبرو هستیم از نظر شما؟ ببینید، اصولا آقای رجبیان فیلمساز این فیلم ظاهرا روشی دارن که به نظر من روشی مینیمالیستی و گاهی به شکل خیلی افراطی مینیمالیستی، البته نکته اصلا منفی نیست، و بنای روایتشون مبناش و بناش بر حذف زوائد. گاهی این حذف زوائد شدت میگیره و ما با یک تصویر فلت و خیلی مسطح مواجهیم و این صحنه خیلی مسطح. برای رسیدن به این نقطه در اصل فیلمساز سعی کرده با استفاده از لنزهای تله و حذف بک‌گراند ها، جزئیات صحنه، همچنین با محدود کردن دکور، اون اکسسوری که تو صحنه میتونه وجود داشته باشه و حتی چیدمان های خیلی محدود و بازیگرای کم، این لحن مینیمالیستی فیلمش رو ایجاد کنه که بنظرم خیلی موفق بوده تو این زمینه. من فکر می‌کنم اتفاقا این لحن و ایجادش باعث شده که جهان انتزاعی فیلم خلق بشه که به نظر من این نکته خیلی مثبتیه و به راحتی قابل دسترس نبوده. و نمیشه از این فیلم صحبت کرد و از تصاویر قاب‌های تصویریش یاد نکرد. یه ویژگی عمده این فیلم این تصاویر گرافیکی بودن و این قاب‌بندی‌های نامتعارف و زاویه‌های جدیدی که فیلمساز برای گفتن قصه‌اش استفاده کرده. درباره این تصاویر چه میشه گفت؟ من فکر می‌کنم اتفاقاً
استفاده از این تنوع تصویری به قول شما نامتعارف که منم باهاش همراهم، یکی از دلایلی که سبب شده تا دنیای انتزاعی فیلم خلق بشه و فکر کنم از این جهت خیلی مؤثر بوده. ضد نورهایی که تو فیلم هست، قابهای غریب، نه به معنای منفی ابدا، به معنای بدی در فیلم، و بعد استفاده از دوربین متحرک، دوربین رو شونه، دوربینی که تعقیب کننده شخصیت هست، اینا همه مؤثر بوده. گاه شاید این استفاده کمی بیش از اون حدیه که تاب و توان مخاطب میتونه بهش اجازه بده، به این معنا که گاهی ما تو تصاویر فلو شخصیتامون و بازیگرامون گم میشن و مخاطب خب برای چند ثانیه و چند لحظه ای بعد این تصاویر رو ببینه، ولی فضا به طور عمومی فضاییه که با این نوع کارگردانی به نظر من جسورانه و پر ریسک خلق شده و به نظر من کاملا مؤثر و موفق بود. فیلمساز این فیلم البته میگه که حدود 16 دقیقه از نسخه اصلی فیلمش و همطور باند صوتی اصلی فیلم از دست رفته، اما به هر حال ما با یک فیلم روبرو هستیم که قابل دیدن هست. در مورد کارکرد و نقش صدا و به خصوص صدای خارجی از کادر که از جمله ویژگی است که مورد علاقه فیلم سازه، توی این فیلم شما چی دارید برام بگید؟ نه تنها در این فیلم که ظاهرا در سینما و فیلم‌های آقای رجبیان، صدای خارج از صحنه یا کادر یک عنصر روایی خیلی مهم هست. واقعیتش اینه که اولین کارکردی که حداقل توی این فیلم این صدا داره، یک فاصله گذاری غیر مستقیمه، برای اینکه همش و به طور مکرر مخاطب رو حواله میده فیلمساز و روایت به بیرون از قاب، به چیزی که بیرون از قاب، چیزی که بیرون از فضا و اون صحنه‌ای که میبینه وجود داره. به نظر من این نکته جالبه، کما اینکه کمک کرده به حذف شخصیت‌های دیگه که بنا به دلایلی میتونستن توی این فیلم باشن و نیستن، و این باز مربوط میشه به اون مینیمالیزمی که توی این اثر وجود داره. یه چیز خیلی جالب توی این فیلم این هستش که همه مردها به شکلی هویت خودشون، قدرت خودشون و اعتبار خودشون رو از زن میگیرن، اما در این حال هم میخوان به شکلی این زن رو محدودش کنن، حالا یا مردان یا جامعه یا سنت‌های حاکم، و به شکلی زن میخواد پنهان بشه یا میخوان پنهانش کنن. فکر میکنید که فیلمساز با طرح این مسئله توی فیلمش چی رو میخواد برای ما بگه؟ باهاتون کاملا موافقم که زن در وقتی شما این بخواید یک گزینه یا یک مختصر از فیلم رو تعریف کنید، بارسترین وجهش نقش زنه، زن این فیلم و اون تنشی که بر سر با او بودن وجود داره بین دو شخصیت مرد و اون سرنوشتی که دچارشون میشن. ولی واقعیتش اینه که شخصیت زن در این فیلم به طور غریبی خیلی شیوار شده و گویا هیچ اراده مشخصی نداره، با اینکه در داستان او انتخاب کرده، او گذشته، او نخواسته، او کسی دیگری رو خواسته، اینا همش فعله و فعلهایی که از نیت و خواسته کاراکتر قوی میان، ولی در فیلم ما اون رو اصلا گویا نمیبینیم. یک شیی هست که دیگران رو دنبال میکنه و در پی دیگران روانه. این چیزی بود که من تو فیلم دیدم و برای من خیلی سوال بود که چرا شخصیت زن اونطور که در داستان ظاهرا پیش بینی شده پرداخت نشده در اصلا. آقای اسماعیل پور، توی یه جنبندی کلی به ما بگید که از نظر شما مسئله این فیلم چیه؟ فیلمساز در واقع چی میخواد برای ما بگه؟ سوال آسونی نیست واقعا. واقعیتش اینه که این سوال رو نه تنها فیلمساز، نه تنها من، هیچ کس نمیتونه پاسخ بده الا خود فیلم. با توجه به اینکه فیلم وجوه انتزاعی داره و در کنارش البته اشارات مشخصتری هم میکنه به اتفاقات پیرامونی که میتونه در گوشه‌های از ایران بیفته، این سوال پاسخ دادن بهش پیچیده تر میشه. به نظر من این فیلم بیشتر سوال مطرح میکنه، شاید سوالهای درهم
و غیر دقیق، ولی سوالهایی که شاید برای همه ما پیش اومدن، شاید سوالهایی که در رویا برای ما پیش میاد. خیلی ممنونم از شما آقای اسماعیل پور. خب بریم سراغ میهمان دیگر برنامه این هفته، فرهناز غلامپور از میلان ایتالیا. خانم غلامپور، از نظر شما فیلم مثلث واژگون چطور فیلمی هست؟ فرمگراست، تا حدی سورئال، در صورتی که بر اساس یک داستان واقعی و رئال بنا شده. میشه گفت که فیلم جاده‌ای هم هست به خاطر ساختارهای شکستش و در هم و پرش زمانیش از جریان سیر ذهنم پیروی میکنه. اون چیزی که جالبه این هستش که تو اون فضاهای سورئال سوالاتی رو ایجاد میکنه فیلم و بعد به اونها جواب واقع‌گرایانه میده و در حقیقت اینجوری فضا رو عوض میکنه. مثلا ما وقتی که گروهی رو میبینیم که پرنده ها رو میکشن، شکار میکنن، به خاطر لباس هاشون توی یک فضای سورئال قرار میگیریم، ولی بعدا میفهمیم که این لباس ها رو پوشیدن که پرنده ها رو جذب کنن بکشن پایین، و بدین صورت در حقیقت همه چیز یه حالت رئال باز به خودش میگیره. ما با فیلمی روبرو هستیم که پر از نشانه ها و نمادهاست. خانم غلامپور، یکی از اون نشانه هایی که فیلمساز بهش خیلی هم تاکید میکنه ماه گرفتگی یا ماه زدگی هست. در فیلم ما کودکی رو نمیبینیم و زنان بسیاری نازا هستند، یا اگر کودکانی رو به دنیا میارن این کودکان مرده هستند. این ماه زدگی و نازایی که در فیلم این همه برش تاکید میشه، از نظر شما چه معنایی داره، چه مفهومی رو داره، یا چطور میشه بهش نگاه کرد؟ ماه گرفتگی مربوط به سکانسی هستش که یک زن قابل، زنهای حامله رو موقع ماه گرفتگی قایم میکنه، چون معتقده که اگه به ماه گرفتگی نگاه کنن بچهشون مرده به دنیا میاد. و این جالبه چون در ایران باستان ماه نماد باروری و ایزد بانوی مادر بوده. ببینیم که ماه مثل انسان یک چرخه کامل از تولد تا مرگ داره. تولد هلال ماه، افزایش هلال تا ماه کامل، و بعد دوباره نقصان تا ناپدید شدن و مرگ. در حقیقت وقتی ماه در ماه گرفتگی گرفته میشه، تبدیل میشه به سمبل مرگ به جای سمبل زندگی و باروری. و قابل معتقده توی فیلم که نگاه کردن به اون باعث مرگ نوزادان میشه، پس زنهای حامله رو پنهان میکنه. و چیزی که جالبه اینه که زنها از دید مردهاشون هم پنهان شدن، یعنی در اینجا به نوعی مرد و مرگ همتراز هم قرار گرفتن. جغرافیه این فیلم خیلی روشن و مشخص اعلام میشه توی فیلم. فیلمساز تاکید داره که منطقهش ایران هست، بعد میرسیم به مناطق مرزی و کردستان و مناطق مینگذاری شده در انتها و مرز. فیلمساز در این مسیر، در این طریقی که پیش گرفته، چی رو میخواد به ما بگه با این جغرافیا؟ در حقیقت شخصیت ها به سمت مرز حرکت میکنن، ولی مرز بسته است و میتونن فقط وارد اون منطقه قرنطینه بشن. اینکه مرز بسته است میتونه نشونه گیر کردن افراد تو موقعیتشون باشه، اینکه آدم ها از مثلثی که گرفتارشن نمیتونن فرار کنن. بعد میبینیم که منطقه قرنطینه با مین پوشیده شده که ما رو یاد موقعیت مناطق مرزی ایران میندازه، که میدونیم الان هم پر مین هستش که از دوران جنگ ایران و عراق موندن. و اینکه همه صدای تیر و شلیک شکارچی ها میاد که باز ما رو یاد جنگ میندازه. انگار ما به عنوان بیننده در اینجا هدایت میشیم به جنگ، به سایه جنگ، به اثرات جنگ. واقعا چرا جنگ از ذهن ما پاک نمیشه؟ شاید برای اینکه هنوز اثراتش هست. میبینیم که کسی پاش رفته رو مین و کشته شده. در حقیقت در انتهای فیلم همه شخصیت ها صحنه رو ترک میکنن و میرن، و تنها چیزی که باقی میمونه اون نشه که انگار رو دست ما میمونه به عنوان شاهد. اسم این فیلم مثلث واژگون هست. مثلث واژگون نمادی هست که برای روشن کردن جنسیت زنان مرده در دوره باستان روی گور زنها میگذاشتن برای اینکه جداشون کنن از مردها. شاید اشاره فیلمساز هم در فیلم به همین هست، با توجه به اینکه در فیلم زن عنصر محوری هست و وضعیتش در نگاه فیلمساز ممکنه در همون شرایط مثلث
واژگون باشه. فیلم در این حال مجموعه دیگه ای از مثلث ها رو هم در خودش داره، از مثلث راهنمایی رانندگی گرفته تا روابط آدم ها. این مثلث ها در فیلم چی به ما میگن خانم غلامپور؟ خب مثلث برعکس توی راهنمای رانندگی علامت حق تقدم بر طرف مقابله، میگه تو صبر کن، یکی دیگه باید بره، نوبت تو نیست. انگار توی فیلم هم هنوز نوبت کسی نیست که به خواستش برسه و زندگی نرمال داشته باشه. ضمن اینکه ما یک سری مثلث، همینجور مثلث داریم تو فیلم که بین آدم ها ساخته شده، بین مفاهیم هست. اول از همه یک مثلث سه نفره داریم که برعکس کلیشه یک مثلث عاشقانه نیست، بیشتر شاید یک مثلث روانشناختی مفهومیه که بین دو مرد و زن هستش در حقیقت. بر من خیلی اینجوری بود که انگار این دوتا مرد هر کدوم چشم یک پیکر انسانی هستن و زن چشم سومه. میبینیم که اون تمام مدت ساکته، گاهی وقتا به نظر میرسه از قبل در جاهایی که بقیه قرار بعدا برسن. در حقیقت مثل چشم سوم آگاهیش بیشتره، ولی خب در راهی قرار داره که دو چشم دیگه دارن میبرنش. همجور خیلی صحبت از انتقام میشه و در حقیقت شخصیت ها در مسیر انتقام قرار دارن. یعنی ما مثلث دیگه که داریم مرگ و زندگی و انتقامه. شوهر اول میخواد از محلل انتقام بگیره، سابکار میخواد از همون محلل باز انتقام بگیره شوهر دوم. مرغدارا دارن از پرنده ها انتقام میگیرن چون کسب و کارشون به خاطر آنفولانزای مرغی از بین رفته. یک مثلث دیگه ای که داریم مثلث مرگ، زندگی و هویت. یک وجه اصلی فیلم تلاش برای کسب هویت. همین علامت رعایت حق تقدم که شما بهش اشاره کردین میتونه شمایلی از کارکرد مثلث برای در دنیای مدرن هم باشه و در این رو میتونیم اشاره کنیم به اون تصویر خیلی کلیدی فیلم که توی اون مسیر فیلم در حقیقت مردان یک علامت دایره رو بالا به نشانه زن با خودشون میبرن و در این حال در کنارشون مثلث واژگون که قرار هست حق تقدم اون باشه و توی این مسیر کشیده میشه و برده میشه. اما در عین حال هم این زن همچنان که آقای اسماعیل پور هم گفتن بی صدا و در سکوت هست. تحلیل شما از این زن و موقعیتش تو این فیلم چه است؟ بله، در حقیقت فیلم بر اساس داستان زن شکل گرفته، ولی اون تمام مدت ساکت حرف نمیزنه. نه تنها خودش صحبتی نمیکنه، بلکه دیگران هم راجبش حرفی نمیزنن. یعنی تو هیچ جای فیلم ما نداریم که از احساسات این زن، مشکلاتش، از خواسته هاش صحبتی بشه. و با وجود اینکه به این صورت هستش، این راجبش توضیح داده نمیشه، اتفاقا ما با این زن هستش که همدلی میکنیم و طرف زن هستیم. شاید چون در حقیقت احتیاجی نداره روایتی بگه از ظلمی که بهش شده، چون ما داریم این ظلم رو میبینیم کاملا عیانه. میبینیم که دوتا مرد تو طول فیلم جداگانه کفشای زن رو تعمیر میکنن، ولی زن اصلا کفش رو نمیخواد، میخواد پا برهنه باشه. یه سکانسی هم داریم که کلوزآپ شوهر اوله و زن در بکگراند رد میشه. دکوپاش طوریه که انگار زن تو ذهن مرده، از ذهنش داره خارج میشه و این چند بار تکرار میشه. انگار مرد میخواد زن رو تو ذهن خودش نگه داره و زن نمیخواد. شوهر دوم هم همینطوره. شوهر دوم هم میخواد زن با اون حرف بزنه، فقط اونو برای همین پیدا کردن هویت گمشدهش میخواد. خیلی ممنونم خانم غلامپور. بریم سراغ امید شمس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی از لندن. آقای شمس، از نظر شما فیلم چطور فیلمیه؟ به اعتقاد من فیلم درخشانی است، فارغ از هر چیز دیگه ای. به لحاظ قدرت بصری که فیلم ساز تونسته تولید بکنه، فیلم تماشا کردن فیلم واقعا درگیر کننده و بسیار لذت بخش است. اگر ما تصویر رو به عنوان مهمترین مؤلفه سینما بپذیریم، فیلم ساز بخش عمده از اون چه که در اثرش ارائه میده رو بر دقت و ظرافت در انتخاب دقیق تصاویر، کادرها و شکل در واقع پردازش شکلی اون تصویرها و در کنار هم قرار دادن اونها انجام داده که یک جهان ویژه‌ای رو خلق میکنه و ما رو با در واقع یک مجموعه ای از ارتباط ها، روابط و اتفاقات مواجه میکنه که در درون خود اون اثر هم به اندازه کافی جذاب و درگیر کننده هست، فراتر از تفسیرها و تعبیرهایی که ممکنه برای هر مخاطبی در بر داشته باشه.
خب با توجه به این مجموعه امکانات و روابطی که شما میفرمایید فیلمساز در فیلمش فراهم آورده و با توجه به اینکه فیلم در یک ساختار کاملا فراواقعی به ما داره عرضه میشه، به نظرتون تا چه حدی قابل تفسیر هست، قابل تعویل هست این فیلم؟ به یک لحاظی ما نمیتونیم بگیم این یک فیلم استعاری یا نمادین هست، یعنی یک جهان کاملا استعاری و نمادینی رو میسازه. به این دلیل عرض میکنم، ببینید از خود تصویر شروع بکنیم، مجددا از رنگ سیاه و سفید فیلم شروع کنیم. با دیدن رنگ سیاه سفید و تصویر سیاه سفید، چه در عکاسی چه در سینما، وقتی ما با اون طرف هستیم، در واقع ما با بازنمایی، با امر طبیعی طرف نیستیم، چون ما با یک تفسیری از جهان روبرو هستیم که واقعیت نداره، سیاه و سفید وجود نداره، بلکه یک مفهوم عمیقا ذهنی است. از طرفی فیلم به مخاطب خودش یک استراتژی تماشا از پیش نمیده و استراتژی تماشای فیلم‌های عادی داستانی هم اینجا کارایی ندارن. در نتیجه استراتژی رو که بیننده دنبال میکنه و در درون فیلم و از دل روابط فیلم بیرون بیاره. اما ما نمیتونیم بگیم که این یک فیلم نمادین یا استعاری است به طور کامل، بخاطر اینکه وقتی ما این حرف رو میزنیم، ما با یک نظام استعاری طرفیم، وقتی با فیلمی استعاری طرفیم، یعنی اون نظم یک همبستگی و هماهنگی کلی رو داره که اون همبستگی و هماهنگی کلی میتونه نهایتاً فضایی رو بسازه که همه چیز در کنار هم دلالت و معنا می سازن. این فیلم به دنبال بیان کردن و استوار کردن اثر بر دلالت نیست، بلکه به دنبال ساختن روابطی است که بخشش ذهنی است، بخشش کولاژه. به بیننده اجازه نمیده که با تماشا کردن یک باره فیلم بگه خب من این فیلم رو فهمیدم، یا این پیام فیلمه، یا این معنای فیلمه، یا این داستان و ماجرای فیلم هست، و به این شکل یک جوری تسلط پیدا بکنه بر اثر و اثر رو تمام کنه، مصرف کنه و بگذاره کنار. همونجوری که پیشتر هم صحبت شد، مسئله زن مسئله اصلی هست در این فیلم. با توجه به جمعی نشانه ها، المان ها و تصاویری که در فیلم از زن میبینیم، نقش و کارکرد و جایگاه زن و همه زنان این فیلم رو شما چطور دیدید؟ چطور تحلیل میتونید بکنید برامون؟ من فکر میکنم که ما در این فیلم با یک زن طرف هستیم که تنها به مثابه زن بودن در فیلم حضور داره و همه جا هم با در واقع عنوان زن خطاب میشه و هر جا به صورت سوم شخص داره دربارش صحبت میشه، و اون زنی هست که در تمام طول فیلم ساکت هست و اون زن در واقع نقطه ثقل کل فیلم هست. اون دو زن دیگه در واقع یکی از اونها که لباس مردانه پوشیده و در یک جایگاه هویتی از نظر جنسیتی حتی و ظاهری هم در واقع از اون جایگاه زن بودن خودش جدا شده. زن دیگری داریم که همون زن قابله هست، یعنی در اون نقش زن قابله، و در اون نقش هم ما با زنی روبرو هستیم که اولا خادم سنت هاست، خادم یک رسمی که درش زنها رو زندانی میکنن در اتاقها برای اینکه در واقع ماه رو نبینه و فرزندش در واقع ماه گرفته نشه، و این زن هم همونطور که در جای خطاب میشه بهش، در واقع زندانبان زنان دیگه است. پس ما با یک زن اینجا مواجه هستیم و اون زن زنی است که در سکوت محض قرار داره، و المان ها و مؤلفه هایی که حول اون شکل میگیرن، بخشی از اونها خب قابل تفسیر و تعویل هستن. من فکر میکنم یا امر شخصی خواهد بود، من موافق شاید اونقدر نیستم با آقای اسماعیل پور در اینکه این یه تصویر مبهم، من فکر میکنم شاید اصلا این مبهم بودن بخشی از مسئله فیلم هست به طور کلی، اما در قبال این مسئله زن اونقدر مبهم نیستم توی گفتم. من فکر میکنم ما با یک زن مواجهیم و بعد با مسخ شدن اون زن در اشکال دیگه وقتی که به سخن میاد، هر جایی که این زن میسته بدون که هیچ حرفی بزنه، هر جایی که در واقع ماشین میسته، این زن از جاده منحرف میشه و به حاشیه ها میره، و در اون حاشیه هاست که ما با چیزهایی طرف میشیم، با اتفاقاتی رو میبینیم و رخدادها شکل میگیرن، داستانهایی از افرادی رو در واقع میبینیم و میشنویم که از اون حاشیه ها دارن میان. در این حال شخصیت مرکزی زن هم کاملا در سکوت قرار داره، یعنی حتی صدایی هم نداره، و این ویژگی ها در کنار هم به نظر من کاملا معنایی از جامعه ایران رو دارن در خودشون، به شکلی خیلی ویژه اون کولاژ رو در مقابل ما قرار میده.
اشاره خوبی کردید به نشانه ها و اشکال مختلف حضور زن در این فیلم. در این حال یک نقطه برجسته دیگه این فیلم هم توجه و تمرکز فیلمساز روی کفش هست، کفشی که هر دو شخصیت اصلی فیلم که به دنبال زن هستن دارن سعی میکنن به زن برسونن، که یک کفش سنتی پاره شده و در واقع مندرس که اونایی میخوان مجددن دوخته بشه، مرتب بشه و بدن زن که به پاش بپوشه. اما به نظرم میاد در این حال این زن همچین تمایلی به پوشیدن کفش نداره و برهنه بودن پاش رو ترجیح میده. چه تعبیر و تفسیر یا تحلیلی میشه از این نشانه کفش در فیلم مثلث باژگون داشت؟ کفش اتفاقی که براش میفته اینه که این کفش هایی رها میشن اونجا و این دو مرد اینو بر میدارن و بعد میدن به کفاش و این اون کفاش پارگی ها رو میدوزه و تعمیر میکنه، این کفش رو دوباره نوش میکنه و به تحویل اینها میده و اینها دنبال زن راه میفتن که این رو پای او کنن. خب کفش به مثابه نوعی پوشش خب به راحتی قابل تعبیر به مثابه یکی از ویژگی های خیلی ریشهدار سنت سرکوبگری که در جامعه ما وجود داره به اسم پوشش اجباری و به طور کلی مسئله پوشش. اما آنچه که وجود داره به نظر من در کفش خودش رو نشون میده مسئله سنت به طور کلی است، این سنتی که هی زن اون رو رها میکنه و این مردان حالا با انگیزه های کاملا مجزا و متفاوت و حتی متضاد میرن و دوباره این سنت رو برمیدارن، تکه ای از اون رو برمیدارن و دوباره اون رو وصل پینه میکنن و دنبال زن راه افتادن تا اون رو به او بدن، جایی که مرد حتی قطع امید کرده از پیوستن به زن، مردی که همسرش رو سه طلاق کرده، همراه او بهش میگه که اما این کفشا رو حداقل با خودت ببر. ببینید حتی زمانی که اصلا اون ایده اصلی، اون آرمان اصلی دور از دست و فروپاشیده و از میان رفته دیده میشه، باز اون سنت رو همچنان، اون سنت وصل پینه شده رو همچنان حمل میکنن تا این رو الساق کنن به شکلی به زنان. و این به نظر من خیلی به وضوح یکی از واضح ترین در واقع ویژگی های رمزآلود و نمادینی است که در این فیلم دیده میشه. خیلی ممنون و متشکرم امید شمس و همینطور ممنون از فرید اسماعیل پور و فرهناز غلامپور، دیگر میهمانان برنامه این هفته ما مجاله بیشتری برای گفتگو نیست. شما فیلم این هفته رو که فیلم کاملا متفاوت بود چطور دیدید؟ برام بنویسید و با ما در ارتباط باشید از طریق راه های همیشگی ارتباطی برنامه پارات که اینجا داره زیر نویس میشه، از طریق اینستاگرام، فیسبوک و همینطور ایمیل ما. هفته آینده هم فیلم دیگری از همین فیلمساز رو با هم دیگه میبینیم. تا اون زمان هر جا که هستید بدرود و بسیار مراقب سلامتی خودتون و دیگران باشید.